افراد مسلح به یک مؤسسه تحصیلی شبانه روزی در ایالت کادونا واقع در شمال غرب نیجریه حمله کردند و 140 دختر دبیرستانی را ربودند. یک مسئول مؤسسه تحصیلی که مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفته گفت که این اقدام نوعی باشخواهی است و ربایندگان احتمالاً در ازای آزادی دانش آموزان پول طلب خواهند کرد. به گفته یکی از مدرسان، 165 دانش آموز به صورت شبانه روزی در این مؤسسه تحصیلی درس می‌خوانند که 140 نفر از آنها رو بوده و 25 نفر موفق به فرار شدند. وی در ادامه با اشاره به اینکه شواهد نشان می‌دهد ربایندگان پای پیاده خود را به مؤسسه تحصیلی رسانده بودند تصریح کرد، افراد مسلح پس از بالا رفتن از حصار موفق به ورود به مدرسه شدند. هنوز معلوم نیست این اقدام توسط سنی های تندروی بوکو حرام صورت گرفته و یا گروه های تبهکار محلی که با آنها راهزن میگویند. بیش از 1000 کودک نوجوان و دانش آموز از ماه دسامبر گذشته تا کنون به دست این عناصر ربوده شدند و برخی از آنها همچنان در اسارت ربایندگان قرار دارند.